مجدد و ممنون شما. 24 ساعت نخست کاهش خشونت ها در افغانستان چگونه گذشت؟ نخستین روز هفته کاهش خشونت ها در افغانستان با چند حمله محدود چند سپری شد. بر اساس توافق بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان، هفته کاهش خشونت ها به تاریخ 3 اوت آغاز شد. دعاخان میناپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صحبت با خبرگزاری ها گفت بدون ارزیابی روشن از وضعیت 24 ساعته گذشته، میگوید توقع ما این است که توافق کاهش خشونت ها به طور کامل تطبیق شود و افغان ها در هیچ منطقه افغانستان شاهد خشونت ها نباشند. بر اساس این توافق، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان و طالبان در جنون این هفته بر موازی هم دیگر حمله نخواهند کرد. اگر این توافق که یک آزمون در مورد تعهد طالبان به صلح محسوب می شود عملی بتواند بگردد، توافق صلح بین آمریکا و طالبان امضا خواهد شد. به تعقیب آن، گفتگوهای بین الافغانی و بحث روی اعلام آتش بس آغاز خواهد گردید. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید در صورت عملی شدن توافق کاهش خشونت ها، توافقنامه صلح با طالبان 10 اوت امضا خواهد شد. حملات در برخی ولایات در روز نخست کاهش خشونت ها، بان که در نخستین روز کاهش خشونت ها طالبان کدام حمله وسیع را انجام ندادند، اما یک عضو شورای ولایتی بلخ میگوید در نتیجه حمله طالبان بر یک پسته امنیتی در آن ولایت 5 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. فیض محمد حنیفی، ولسوال چنارتوی ولایت ارزگان، میگوید طالبان بر پسته گلاغا در آن ولسوالی عملات گروهی را انجام دادند. پلیس اروزگان نیز گفته بالای پسته چنارک در شهر ترینکوت نیز حمله شده و در نتیجه 2 پلیس کشته شدند. اما سخنگوی والی اروزگان تعداد تلفات این عملات را یکتن میخواند. بر اساس گزارشات در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا نیز برای یک پسته حمله شده، اما به گفته یک عضو شورای ولایتی پکتیا این عملات تلفاتی را در پی نداشته است. با نوشته آژانس خبری جرمنی، گروه طالبان مسئولیت عملات در 3 ولایت را افغانستان را بر عهده نگرفته. زبیلا مجاهد، سخنگوی این گروه، میگوید در مورد کاهش خشونت ها توافق شده، بر شهرهای بزرگ، قرارگاه‌های نظامی و پایگاه‌های نیروهای بین‌المللی حمله نخواهد شد. آقای حسیب الله تریم با ما هستند و پیرامون همین موضوع، دیدگاه و نظرشون را تا نیم ساعت در این برنامه می‌داشته باشیم. سلام آقای تریم، وقت بر شما خوش. سلام حضور شما، حضور بیننده محترم شما، وقت شما بخیر. آقای ترین، ما به این باور باشیم که حالا کاهش خشونت‌ها آغاز گردید، اما هنوز هم جنگ وجود داره. من در ابتدا در مقدمه خواندم که در چند پسته امنیتی حملاتی صورت گرفته و تلفاتی هم از سوی طالبان به جا گذاشته شده. حالا اگر این گونه وضعیت باشه، اگر گفتگوهای بین الافغانی هم بتونه شکل بگیره و حکومت افغانستان با طالبان هم بخواد صلح بکنه، یعنی این وضعیت میتونه ادامه پیدا بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه من زیاد موافق به استفاده واژه خشونت در میدان نبرد و جنگ و نظامی زیاد موافق نیستم، بر حال خشونت بیشتر بار حقوق بشری داره که شما بالای مردم عام یا مردم ملکی خشونت را پایین بیارین و مهربان باشین. وقتی که شما میپذیرین سه طرف جنگ موافقه میکنن که ما دیگه خشونت نمی کنیم، به معنای از این که ما قبلا خشونت میکردیم دیگه حالا باید خشونت نکنیم، یعنی مردم ملکی را قانون بین المللی جنگ هم این حکم میکنه که شما مردم ملکی را آسیب نرسانید، حتی نظامی که صلاح خود کنار میمونه شما بر از او آسیب نرسانید. بان که زیاد موافق نیستم با استفاده از این واژه به نام خشونت در میدان نبرد. به هر حال اگر ما حداقل کاهش خشونت یا کاهش جنگ در افغانستان به هر تعبیر ممکن می داشته باشیم، این به خیر مردم افغانستان است و اگر به خوب است، از این هم استقبال میکنیم. اما مردم افغانستان، مسئله عملی شدن کاهش خشونت حالا ها توافق شده و این به عنوان یک آزمون، همونطور که شما گفتین، برای هر سه طرف، نه تنها بر طرف طالب، هر سه طرف درگیر در جنگ که عبارت باشه از طالبا و حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی، یک آزمون بر سه طرف است که ما بالاخره تعهد خود نسبت به صلح پایدار در افغانستان اینجا ثابت می‌سازیم. برای طالبا تا یک حد تاکی پیام ابلاغ میشه و برای همگی میرسه و کل نیروها واقف میشن، یک ذره وقت گیر است و وقت میگیره، چون اونا از امکانات کم ارتباطی برخوردار هستند، یا باید نامه بفرستن یا بالاخره اگر بعد از طریق تلفن هم میکنن مشکلات امنیتی یا استخباراتی خودشان دارن. به هر حال امیدوار هستم که تا در ادامه هفته که ما شما قرار داریم، تا آخری هفته که به نام هفته کاهش خشونت حالا پیش بینی شده، خشونت به حد اقلش برسه
و کاهش خشونت زمینه ساز صلح پایدار در افغانستان شود و هر سه طرف از این آزمون موفق بدل اما با ما بازم تکرار میکنم که با چندین پست حمله صورت گرفتن. من خدمتتان عرض کردم که ابلاغ یکی خو ابلاغ کاهش خشونت وقت گیر از بر طالبا و مسئله دومی است که کسی ثابت نمیکنه که بالاخره مشکل از کی بوده، یعنی نقض کی کرده. طالبا مدعی هستند که ما در حالت دفاعی قرار داریم، بالای ما حمله میشن و دفاع میکنیم. یعنی عین اداره طالبان یعنی داره. عوامل گزینه سومی یا عوامل سومی هم وجود داره که بخواد این روند را سبوتاژ بکنه. هستن این گونه افراد. زیاد فکر نمیکنم برای از اینکه سه طرف درگیر جنگ هستند در افغانستان. در صورتی که با یک قمانده نظام افغانستان دولت دفاعی قرار میگیرن و سرقمندان اعلا یا امور رئیس جمهور یا سلسله مراتب هر شخصیت که مربوطش میباشه وقتی قمانده میکنن که دولت دفاعی قرار بگیرن، همچنان آمریکایی‌ها وقتی که برشان پیام فرستاده میشه و تفهیم میشه که شما دولت دفاعی قرار بگیرن و طالبان همچنان که یک صف منظم همچنان دارن، وقتی که یک پیام فرستاده میشه الا که در پیام در رسیدنش تاخیر شود، وقتی یک پیام برسه همگی پیام رو بگیرن. من فکر نمی کنم که کدام طرف بتانه پروسه رو سپوتاش کنه و در سطح کلان که ببینیم در سطح کل افغانستان در 4-5 ولسوالی جنگ و هم در روز اول زیاد چین مورد ملاحظه نیست. حالا آمریکا با ایجاد این کاهش خشونت‌ها یک نوع آزمونی را صد سر راه طالبان قرار دادن که اگر از این آزمون بتونن موفقانه به در بیان، اینا توافقنامه نهایی را در دهم اوت به امضا میرسانن. اگر بخوایم از صداقت آمریکا بخوایم صحبت بکنیم، آیا بارمند هستیم که این یک هفته ما موفقانه بتونیم پشت سر بگذاریم کاهش خشونت‌ها را و واقعا آمریکا و طالبان حاضر بشن که بیان گفتگو بکنن و توافقنامه نهایی امضا بکنن، یعنی که امکان داره در دقیقه 90 یک بحث اصلا غیر قابل تصور بتونه از سوی آمریکایی ها و هر طرف با وجود بیاد دوباره همه چیز بر هم بخوره؟ بله، من بیشتر باور نیست که طرف آمریکا حالا توانایی از این دارن که با یک توییت کل سیستم پروسه را تغییر میتن یا به تعویق میفته، اما با یک مورد مطمئن هستم که جنگ نه تنها در افغانستان، جنگ های کلان جهانی بین کشورهای دنیا بین قدرت ها رقم خورده، آغاز شده و بالاخره یک پایان داشته. جنگ افغانستان همچنان به مو مرحله نهایی خودش رسیده، یعنی به مرحله رسیده که حالا باید پایان پیدا بکنه. هیچ کسی این جنگ را دیگه توانایی ادامهش نداره، نه طرف طالب، نه طرف، نه مردم افغانستان خصوصا و نه آمریکایی‌ها زیاد علاقه دارند که یک پول بسیار گزاف و کلان از سر جنگ افغانستان ادامه بدن و اینجا مصرف بکنن. بله، ما باور دارم که هم اجماع منطقه‌ای برای ختم جنگ در افغانستان شکل گرفته، هم قدرت‌ها بین خودشان تا جای کنار آمدن که جنگ افغانستان باید خاتمه پیدا بکنه و مردم افغانستان که در این جنگ تحمیلی دارند قربانی میتن، اینا هم حوصله‌شان به سر رسیده و جنگ باید پایان پیدا بکنه. حالا اگر یک کسی بخواد سپوتاژ بکنه، یک کسی بخواد مذاکرات از طرفا توقف بدن، این توقف کوتاه مدت میباشه، همونطوری که ما و شما دیدیم بالاخره میز مذاکره سرنوشت جنگ باید تعیین بکنه. یک بحث وجود داره، بیشتر آگاهان امور سیاسی تو به این باور هستن در همین میز که شما هستین نگرانی خود را بیان کردن که ما بی باور به طالبان هستیم. حالا شاید پس از این توافقنامه نهایی رو با آمریکا به امضا برسانن، حتی ما موفق نشیم که گفتگوهای بین الافغانی رو بتونیم آغاز بکنیم و اصلا این گروه با این حکومت وارد گفتگو نشن، چرا که چندی قبل تا آقای عبدالله رئیس جمهور حکومت افغانستان نگرانی خود را بیان کرد که طالبان به این فکر نباشن که پس از این توافقنامه نهایی رو با آمریکا به امضا میرسانن اینا دوباره دست به جنگ میشن و سلام میگیرن بر علیه حکومت و نظام افغانستان میجنگن. نفس مسئله ای است که ما باید یک اجماع کلان در افغانستان بسازیم، حداقل برای طالب نشان بدیم که طرفش کی است. اگر قرار باشه که دو تا حکومت داشته باشیم، اگر قرار باشه که وقتی که ما دو تا حکومت میگیم به معنای از این که اصل جمهوریت از زیر سوال میبریم،
اگر قرار باشه اینجا جمهوریت نباشه، باز از جبهه جمهوریت کی دفاع میکنن؟ دو تا حکومت داشته باشیم، سیاسیون پراگنده داشته باشیم، اوزه دانشمندا، اوزه علما، اوزه سیاستمدارای افغانستان متحد نشن، یک تا طرح واحد روی میز نداشته باشن، باز این حق برای طالب محفوظ است که کتی مردم گفتگو نکنه. وقت حکومتی که به همین ترتیب حالا که ما شما شاهد هستیم به این چنینی روان باشه، باز این حق برای طالبا محفوظ است که گفتگو نکنن. ما چند قبل یا از یک مدت مصروف هستم به پروسه صلح، یعنی نزدیک هستم، نسبتا نزدیکتر کار میکنیم. طرحهایی که حالا سیاسیون افغانستان، احزاب سیاسی، احزاب مدنی تا و شخصیت های مستقل افغانستان طرحهای روی میز دارن برای صلح، اینی طرحها باید توحید شوند که یک تا کمیته به نام کمیته تصویب ساخته شده. این طرحها را همه را توحید میکنن، یک طرح می سازن و این طرح طرف گفتگو با طالبا میشه، یعنی سند یا محوری که در موردش با طالبا گفتگو میشه. و در این طرح همه چیز روشن شده. مثلا در طرح آقای عطا محمد نور بسیار با وضاحت، بسیار بروشنی خطوطی که قابل مذاکره نیست با طالبا رسم شده، برای نظام افغانستان، برای دستاوردهای افغانستان ارج قائل شدن. طرفایی که باید وارد مذاکره شوند کیا باشند، خط و رسم کشیده شده که باید اینا به طرفای تاثیرگذار برای حل بحران افغانستان باشند. منازعات ریشه یابی شده، راه حل سنجیده شده. از همه مهم چیزی که ما مردم افغانستان امیال داریم تجربه میکنیم، فعلا بحران جانشینی یا وقتی که یک رهبر یا حاکم میره و حاکم دیگه که ایواز از میه، او یک بحرانزا است. اینجا در این طرح اشاره شده که شما نظام تغییر بدین، غیر متمرکز بسازین. میرمونیم بعد فکر کتایی رو بیننده باشین، سریع برمیگردیم. درود مجدد و ممنون از شما. شما از طرح گپ زدیم، شما هم طرح دارین، آقای نور هم طرح داره و جریان‌ها و احزاب سیاسی هم طرحهایی را ساختن و هر کسی به نوعی از طرح گپ میزنه. اما بحث در این است که حالا ایالات متحده آمریکا من حیث بازیگر اصلی و منجگر اصلی گفتگوهای صلح در افغانستان به این طرح ها حرمت خواهند کرد و این طرح ها مورد پذیرششون خواهد قرار گرفت و اینکه به هر آن چیزی که خودشون بخواهند در عقب پرده معامله میکنن، تجزیه میکنن، تصفیه میکنن و میقبولن برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان. باور من این است که طرف ایالات متحده آمریکا به اساس توافقات و به اساس حکم قانون با طالبان مذاکرات خودشان هم میکنن. قوانین بین المللی در توافقات حاکمیت خودش دارن. اینا تا یک مرحله با طالبان پیش میرن، تا یک کجای را میرن و در قسمت همکاری و امرایی طرف آمریکا به پایان میرسه. شما حدود 9 تا 10 دور مذاکرات بین سفیر خلیلزاد و طرف طالبان را دیدین که با آقای خلیلزاد به نمایندگی از آمریکا مذاکره میکردن. خواستای طرف آمریکا در روی میز با طالبان مطرح شد، توافق صورت گرفت و امیدوار هستم که یک هفته، هفته کاهش خشونت همچنان بخیر به پایان برسه و موفقانه از این آزمون طرف ها بیرون شوند. بعدش توپ در میدان افغانستان میمانه و ما فکر نمی کنم که طرف آمریکا با اینکه تاثیرات یا نفوذ غیر مستقیم خودش هم می داشته باشه و اینمی گدوادی هایی که شما می بینین پس از انتخابات، یک ممکنی است که شاید طرف های خارجی در ایرز داشته باشند و بخواهند که اوضاع را مختل بسازند یا اخلال بکنند. برحال توپ در میدان مردم افغانستان سقوط میکنه و اینجا مردم افغانستان هستند که تصمیم میگیرن. مردم افغانستان، اینال مردم افغانستان، اینال مردم افغانستان. بله بله، من فهمیدم. طلبی وجود داره. بله من فهمیدم. مردم افغانستان وقتی که میگم، حالا بر ما فرق نمیکنه که یک آدم در کجای سیاست افغانستان قرار داره، در کجای تصمیم گیری قرار داره. بر ما مهمی است که اراده مردم افغانستان تمثیل شود. اگر حکومت افغانستان بتانه از مردم افغانستان به درستی نمایندگی بکنه، حالا شما میبینین مشکلات که از انتخابات ما، از میزان اشتراک مردم، از
نتیجه انتخابات از کمیسیون ها و بالاخره شکلگیری حکومتی که دو تا حاکم داشته باشد، در یک قلمرو دو حاکمیت باشد. اگر به می ترتیب باشه، باز حکومت افغانستان نقش بسیار ضعیف می داشته باشه که بسیار گپ خراب است. اگر حکومت افغانستان و نظام افغانستان در مذاکرات بین الافغانی نقشش ضعیف باشه، این به نفع مردم افغانستان نیست و ما را باز به یک جنگ داخلی سوق می ده که افغانستان جغرافیایش و منافع ملی ما را، آرامش و رفاه و آسایش مردم ما را تهدید می‌کنه. با تایید همین صحبت‌هایتان آقای ترین، مبنی بر همین مسئله انتخابات، حالا وضعیت در افغانستان دو قطبی شده، یکی ریاست اجرایه و یکی هم ریاست جمهوری که هر دو ادعای پیروزی را در افغانستان دارن و بدون شک هر دو هم مخالف هم دیگر پس از این هستند، چه در قبال طرح‌هایشان چه در مقابل برنامه‌هایی که برای صلح داشته باشن. شما فرض بکنین مثلا از فرضی اگر بخوایم صحبت بکنیم که اگر طالبان بخواد با آقای عبدالله وارد گفتگو بشه و مورد پذیرش قرار بگیره، حالا اینجا یک روحیه زده طالبانی در میان ارگ ریاست جمهوری میتونه پیدا بگرده و اگر این وضعیت با طالبان با ارگ به گفتگو را آغاز بکنه، خب اینجا آقای عبدالله و تیمشان مخالفت میکنن. شما بر من نیستین که بازم نمیتونه نتیجه بده و واقعا ما صلح واقعی را نخواهیم تجربه کرد. حالا اگر طالبان و ارگ صلح بکنن، این طرف دیگر که بیرون میمانه و حاضر نیست که با این حکومت مخالف از همین اکنون اینا بیرون بمانن، وضعیت چه خواهد شد؟ ما باور میسته تا وقتی که ما یک طرح مشترک نداشته باشیم، ارگ سپیدار، احزاب سیاسی، شخصیت‌های سیاسی و بالاخره مردم افغانستان تا در محور منافع ملی افغانستان گرد نبیایند، چیزی که نشده، چیزی که تا هنوز متاسفانه نشده و ای در این راستا کار ادامه دارد. سیاسیون، یک جمع کلان سیاسیون روی یک طرح مشخص که قرار است تا یکی دو روز دیگه برگزار شود، بله، طرح مشترک با حضور ارگ و سپیدار، نه ارگ و سپیدار در این شامل نیستند. من احزاب سیاسی بیشتر شامل هستند و شخصیت های مستقل سیاسی. حالا ارگ و سپیدار نمیتونند در این طرح اگر شریک شوند و اگر دلشان به افغانستان بسوزه، اگر بالاخره فکر کنند که یک تا طرح محوری باید داشته باشیم، بیان شریک شوند، خوب است و نفع افغانستان است و ما را کمک میکنه تا آسان تر و طرف طالب هم آسان تجمع صورت بگیره و هم مقتدرتر و قویتر ظاهر شویم. امیدوار هستم که یک مرکز یا یک محور ساخته شود تا سیاسیون افغانستان، تا مردم افغانستان دو محور جمع شوند، دو محور گرد بیان و اینجا باز ما و شما میتونیم که یک تیم قوی با اقتدار با طرف طالبا بریم به مذاکره. اما این یک فرضیه، بسیار احتمالش کم است که طالب بیا با ارگ صحبت کنه و سپیدار کنار بزنه، یا با سپیدار یا با احزاب جداگانه طالب با افغانستان صحبت میکنه. اما حکومت بین الافغانی برای صحبت بکنیم آقای ترین، فرضیه دیگر این است که حالا فرضیه است تحلیلگران مسائل سیاسی به این باور هستند که ایالات متحده آمریکا و غربی ها کسانی که در بیرون دست دارن با وخیم ساختن این وضعیت انتخابات افغانستان در صدی هستند تا هر دو ارگ و سپیدار را پس بزنن، دور بزنن و فضا را برای حضور طالبان میسر بکنن تا اینا یک حکومت را بسازن، این مقامات عزل بتونن بگردن. در قبال این فرضیه چه گفتنی داریم؟ بالاخره یک آترس، یک مرحله کاری است که باید طرف طالبان با مردم افغانستان و با سیاسیون افغانستان بالاخره یک صحبت های بین الافغانی صورت بگیره، مذاکرات بین الافغانی شود. این یک مرحله کار است. در مذاکرات بین الافغانی نظام افغانستان همونطور که برتان گفتم، حالا فرق نمی کنه که حاکمیت به این نظام آقای ای باشه یا آقای بی باشه، اگر قرار باشه که حاکمیت افغانستان، نظام افغانستان در گفتگوهای بین الافغانی حاشیه کشیده شد و ای را پارچه کردن و تاویل نگرفتن، به هیچ صورت به خیر مردم افغانستان نیست و حتی باید نیست که شوه و حتی باید نشه. اجماع صورت بگیره، مردم افغانستان در محور یک تا طرح واحد مقتدر و قوی ظاهر شوند، با طرف طالبا گفتگو بکنند و این یک مرحله کار است، یک مرحله که از قبل طرح شده و پیش بینی شده و شما نمیتونین که این مرحله را نادیده بگیرین، مرحله گفتگوی بین الافغانی را نادیده بگیرین و از این بگذرین. اگر قرار باشه که دستای بیرونی بخواین چهره های مشخص سیاسی را و یا احزاب مشخص سیاسی را جایگزین نظام بسازن
و برنمایندگی از نظام برن اینا با طالبا گفتگوهای بین الافغانی بکنن زیاد عملی نیست یک سوال و مشروعیت هم نداره. همیشه دیدگاه بر این بوده که آقای غنی و هر صلح نمیخوان بلکه بقای قدرت و تداوم قدرت حاکمیتشان را خواستار هستند. حالا تا به امروزی که گفتگوهای بین گفتگوها با ایالات متحده آمریکا طالبان پیش رفته و کاهش خشونت‌ها رو دست گرفته شده، همه چیز خوب داره پیش میره، ظاهرا همه چیز خوب است. حالا فرض بکنین که این گروه بره وارد گفتگوهای بین الافغانی بشه با حکومت آقای غنی و یا هر حکومتی که در رأسش نماینده های حکومت وجود داشته باشن، همین دیدگاهی که وجود داره که اینا صلح نمیخوان و بقای قدرت خود را میخوان، شما برام نیستین نگران نیستین که یک بار در همین گفتگوهای بین الافغانی همه چیز خراب بشه؟ معزله قدرت همونطوری که همیشه گفتیم حرف نو نیست، یعنی ما جنگ بالای قدرت از گذشته های دور تا امروز تجربه میکنه، دنیا میبینه، کلگی خوش داره که قدرت و حاکمیت در دست از او باشد. یکی اگر آشیوی اجازه بدین چیز براتون بگویم، یکی از دوستان میگفت که اگر یک کسی الکولیک معتاد میباشد او میشه به تداوی جور شود، یا اگر به مواد مخدر معتاد میباشد تداوی میشه صحتیاب میشه نشهش یعنی جور میشه، اما نشه قدرت کتی چیز تداوی نمیشه، کتی چیز جور نمیشه. آنچه بر ما به عنوان یک نسل سوال است و در ذهنم است، در ضمیرم است و من را آزار میده که بالاخره تشنگان قدرت تا چه وقت میتونن ادامه بدن؟ اینایی که 40 سال، 20 سال، 30 سال بالاخره به خاطر قدرت جنگ کردن بالاخره تا چه وقت ادامه میدن؟ باز میراث قدرت یا میراث دار یک نظام به نام افغانستان برای کی میمانه؟ این میراث در کی میمانه؟ این میراث برای جوان علمندی که 18 سال است مکتب نداره و سواد نداره به او میمانه، یا این میراث برای او نسل میمانه، به او جوان میمانه که رقمش از 1 میلیون بالا رفته و زیر هر پل در کنار جاده و هر کجا بالاخره معتاد و آدم های معیوب و معلول و باطل هستند؟ بالاخره ای افغانستان باز کی مدیریت میکنه؟ صاحب افغانستان کی میباشد؟ خیلی ممنون آقای حسیب‌الله ترین، یک دنیا تشکر از این که وقتتان را گذاشتین، سپاس از شما. این بود این برنامه در این ساعت، دوباره میایم در برنامه صلح خدمت شما حضور خواهیم داشت.